حضرت سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا می فرماید که پروردگارا، حالا که من از تو تقاضا کردم که اخلاق نیک را به من عنایت بکن و اخلاق اولیای الهی را به من عنایت بکن و عنایت کردی، مرا حفظم بکن از اینکه مبادا فخر فروشی بکنم و به خودم ببالم و عجز بر سراغ من بیاد و عصمنی من الفخر. در جملات قبل حضرت تقاضا کرده بودند که پروردگارا اخلاق نیک و پسندیده به من عنایت بکن. در این جمله می‌فرماید که حالا که اخلاق نیک و پسندیده به من عنایت کردی، مرا حفظم بکن از اینکه مبادا فخر فروشی بکنم یا به خودم ببالم و از خود راضی باشم. مرا حفظم بکن از این جهت که مبادا متصف به صفت کبر و خود عرض می شود که بزرگی، خودم رو بزرگ بدونم. حالا که این صفت های نیک رو به من دادی، خودم رو بزرگ بدانم و فخر بکنم بر دیگران و خودم رو بهتر از دیگران بدانم. مرا حفظم بکن. در آیه شریفه سوره نساء آیه 40 می فرماید ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. خدا دوست ندارد کسانی که فخر فروشی بکنند و خودشونو بزرگتر از دیگران بدانند. خدا این طایفه را دوست ندارد. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. مختال به کسی میگن که یک عمل عبادی را انجام میدید، به صورت ظاهر برای خدا انجام میدید، اما قصد و هدفش دنیاست که مردم به او بگروند، مردم این را خوب بدانند و محل اعتماد مردم باشه. ناصری منبر میرد اینطوری که بگن خوب آدمیه، این یه شای ارزش نداره دی منبرش. عرض میشد مختال را به اینطور معنا کردن، شخصی که یک عمل عبادی را انجام بدهد و هدفش جلب قلوب مردم باشه، این مختال است. عرض میشود که در آیه شریفه و فخر فروشی بکنه، خودشو بزرگتر از دیگران بدانه. انسان سزاوار است که همه مردم را، دوستان علی را میگم، همه شیعیان و دوستان اهل بیت را بهتر از خودش بدانه، همه شون را.